درود به شما براندازهای عزیز. همه شواهد نشون میده که مصرف مواد مخدر و قرصهای روانگردان در میان آخوندها به شدت افزایش پیدا کرده. ظاهراً در حوزه ها جنس علا با قیمت خیلی کم بین آخوندها توزیع میشه که شاهد این صحنه ها هستیم. الان هر ناو آمریکایی وقتی میخواد وارد خلیج فارس بشه دم جزیره بوموسا و وایسه. بعد وایسه ازش میپرسی تو کی هستی؟ اینا اوایل انگلیسی حرف میزدن، سپاه گفتش که حیفه با فارسی حرف بزنن. یارو اومد و انگلیسی، این به فارسی، خلاصه یه دفعه به انگلیسی گفت ها فارسی نگی نمیذارن. مجبور شدن همه ناوهای نظامی انگلیس و اینا همه مترجم گرفتن. وقتی میرد اونجا یارو باید فارسی حرف بزنه، گفت از این به بعد بهشون بگیم با لهجه باید جواب بدن. یعنی بیسیمچی ما اگه رشدیه داره رشدی لکی حرف میزنه، اون باید بیکی لکی جواب بده و الان نمیذاره رشه. یکی از منفورترین آخوندهای حکومتی هم کسی نیست به جز علم الهدا. هر وقت درباره علم الهدا صحبت میکنم شاهد سیل کامنت های مخاطبین هستم. مخاطبینی که به معنی واقعی از این آخوند مفتخور و دزد متنفرن. امروز یه آخوند مشهدی را افتاده توی مشهد و به دروغ گفته من نماینده علم الهدا هستم. هر نظری دربارش دارید به هم بگید تا به گوشش برسونم. به نظر من جمله آخر بهترین جمع‌بندی برای این کلیپ کوتاه بود. من نماینده آیت الله علم الهدا هم میخوام یک نظر شخصیتون رو در رابطه با ایشون بدونم. همون چیزی که میخوام تو ذهنتونه یه نظرسنجی داری میکنی. اگر نماینده آیت الله علم الهدا که من اصلا نمیومدم آقا. خب همین اتفاقا صحبت بودم همینه. من واقعا نماز جمعه کس جوون رو بخوام نماز جمعه بخاطر ایشون نمیرم. این مورد مثبت نهاریتشون مخوام بگین چرا مورد مثبت هم داریم؟ خشم خانواده ها سر ایشون کم میشه، یعنی مردای خانواده تخلیه میشن وقتی اخبار ایشون نه همونی که کل پولای آستان خودتون میگیره بعد میگه من سیدم حقمه. کلن روحانی ها آخوند میبینم فرار، کلن از آخوند فراری. من همه با عمرم تو همه به این روز نماز جمعه نرفتم، بلدم نیستم، امام جمعه هم نمیشناسم. ولی من تا الان یک نفر ندیدم که داخل ماشینم بشینه که رضایتی از ایشون داشته. رضایت نه کامل اسلام طالبانی رو در وجود آقای علم الهدا میگی. دوستان اگر با فیلتر شکن این ویدیو رو تماشا میکنید، لایک، کامنت انگلیسی، شیر کردن ویدیو در شبکه‌های اجتماعی و چک کردن زنگوله رو فراموش نکنید. برای ادامه دادن به جنگ رسانه‌ای با صدا و سیما و رسانه‌های حکومتی برای آگاه‌سازی بیشتر مردم، مخصوصاً قشر خاکستری، واقعاً به همراهی شما نیاز دارم. اما همه اینها نمایش آخوندها برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی. خامنه‌ای برای این کار حاضر هر کاری بکنه. خیلی از شما عزیزان در مورد انتخابات کامنت میدید و از همدیگه می‌خواید تا انتخابات رو تحریم کنید. به منم پیشنهاد کردید که در این مورد صحبت کنم. به نظرم در روز انتخابات تحت هیچ شرایطی از خونه هاتون خارج نشید، حتی برای خریدن نون. هر چیزی که نیاز دارید رو روز قبل تهیه کنید. نذارید رسانه های حکومتی از شلوغ شدن کوچه ها و خیابون ها دروغ سازی کنند. مراقب ترافیک های ساختگی باشید. به همه بگید در روز انتخابات فقط و فقط توی خونه بمونن و تحت هیچ شرایطی از خونه خارج نشن. اگر دقت کنید میبینید که تلاش‌های خامنه‌ای برای کشوندن مردم به پای صندوق‌های رأی داره وارد مراحل جدید و البته عجیبی میشه. یکی از این تلاش‌ها رو با هم تماشا کنیم. آقا من یه سوال میشه بپرسم؟ بله. چرا نمیرید؟ کل جمهوری اسلامی رو دارم میگم که این قضیه تموم بشه. کل سیستم. یه سه نفر دیگه دقیقاً از هم بپاشه، یه عده دیگه بیان مدیریت کنن، شاید قضیه درست و شاید قطعا درست میشه. هر چی هست از واقعا از این بحث کسافت کاری بهتره. یه چیزی بگم، من میگم سیستم جمهوری اسلامی بره، اون آقایی که اونجا تو کرسی رهبریت نشسته بره، کلا بره، نباشه، نه خودشو میخوام نه پسرشو میخوام، هیچ کسو نمیخوام، بره. همین خامنه ای یه روزی در آستانه انتخابات میخواست مجسمه علی کریمی رو بسازه. کریمی اما نه تنها ثابت کرد که ایرانو خیلی بیشتر از خودش دوست داره، بلکه این نقشه خامنه ای رو هم خونسا کرد. قرار بود مجسمه ای تو رو در یکی از مناطق تهران بسازن و تو مخالفت کردی. میگی چرا؟ فکر نمی‌کنم کار خاصی برای این کشور کرده باشم که بخوام برای مردم کشورم کرده باشم که بخوام مجسمه من ساخته باشه. حالا من به اندازه کافی آدمای به هر حال از خود گذشته داشتیم که بالاخره چه در زمان جنگ رفتن از جون خودشون مایه گذاشت برای اینکه همه ما اینجا هستیم و داریم به راحتی زندگی. اگه قرار باشه مجسمه یکی سیزن بوده میشه، به هر حال من فکر میکنم حق اونا باشه که این اقدام برای اونا صورت بگیره.
به خاطر همینه که علی کریمی برعکس خامنه ای امروز در ایران محبوبیت داره. تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی یک بار دیگه یک صدا به تشویق علی کریمی پرداختن. علی کریمی، علی کریمی، علی کریمی، علی کریمی. از وقتی که اینترنتو گرون کردن حتی یه نفرم بابت این گرونی از مردم عذرخواهی نکرده. به جاش مدیر همراه اول به خاطر این گرونی حسابی سرمون منت گذاشته. مسیر که می اومدم قیمت یه پاکت تخمه 100 گرمی رو چکندن 29440 تومان بود. شما جز از تعرفه به این قضیه توجه بکن میبینید که آقا طرف 5 گیگ ترافیک میخواد مصرف کنه به اندازه قیمت یه بست تخمه. یه خورده تعادل برقرار بشه تو اقتصاد خوبه، نمیشه به این ترتیب انجام داد. یکی نیست به این گوساله بگه الان اینترنت یک کالای ضروری محسوب میشه، نمیشه اونو با تخمه مقایسه کنی. الان هیچ کسی نیست که به نحوی از اینترنت استفاده نکنه. گفتن قیمت اینترنت رو 30% افزایش میدن که اونم یه دروغ بزرگ بوده. میخوام نگاه کنید و بدونید و این اطلاع رسانی بشه به مردم که اینها چقدر دارن دروغ میگن. نوشته که با احتساب 10800 تومان مالیات و بر ارزش افزوده شده 130800 تومان، یعنی در حقیقت 40% این گرون شده. اینها مثل همه کارهاشون دارن دروغ میگن، چون پول اختلاس، پول کمک به کشورهای بیگانه که هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره میخوان پولشو تامین بکنن با این اینترنت افتضاحی که دارن. از یه طرف هم واقعیت اینه که قیمت بسته های همراه اول تا 152% و بسته های ایرانسل تا 111% افزایش پیدا کرده. بسته 50 گیگ بلند مدت همراه اول 119000 تومان بود و حالا با افزایش 156% قیمت این بسته به 300000 تومان افزایش پیدا کرده. ایرانسل هم بسته 10 گیگی 36000 تومانی رو به یک باره با افزایش 111% به قیمت 76000 تومان رسونده. اما با وجود همه این مشکلات هرگز نباید زندانیان سیاسی رو فراموش کنید. جانهایی که گرفتار تنابدار جمهوری اعدامی می شوند. جمهوری اسلامی بالاترین نرخ اعدام در 7 سال گذشته را به ثبت رسانده. 5 نفر در ایران در ارتباط با قیام زن زندگی آزادی در سال گذشته محکوم به اعدام شده اند. خطر اعدام غلامرضا رسایی، منوچهر مهمان نواز، منصور ده مرده، محمد قبادلو، مجاهد کورکور از جمله بازداشت شدگان جریان انقلاب زن زندگی آزادی. از همه فعالان سیاسی و مدنی می‌خواهیم صدای آنها باشند، صدای زندانیان سیاسی باشند. جمهوری اسلامی بسیاری را مورد شکنجه و سایر بدرفتاری ها از جمله ضرب و شتم، شوک الکتریکی و خشونت جنسی قرار دادند. صدای زندانیان سیاسی باشیم.